ضبط کنی. خانم بازرگان کلاس رو ضبط میکنین؟ بله آقای دکتر. بله بسیار خوب. مفاهیم خیلی زیادی در اینجا داریم و نمیدونم شما چقدر آشنایی داریم و چقدر میتونین حضور ذهن داشته باشین که اینا رو و ریزکاریاش که الان داریم بحث میکنیم اینا رو توجه بکنید. هر کجا ابهامی هست بلا فاصله همونجا از من بپرسین و تا روشن بشه براتون. بله، داشته های کیهان. در کیهان رصدپذیر با دو چیز آشنا هستیم: تابش الکترومغناطیسی و ماده. تابش الکترومغناطیسی مخصوصا یه تابش پیش زمینه کیهانی وجود داره، انگار که کل کیهان یک دستگاه ترمودینامیکیه با دمای تقریبا 2.7 درجه. و چنین دستگاه ترمودینامیکی مقدار انرژی الکترومغناطیسی خواهد داشت، که البته تابع قوانین الکترومغناطیس هم خواهد بود. خانم بازرگان این تلفن منم بگیرین شما جواب بدین. مادم که روشنه، دور براتون نگاه بکنید، ماده است. تابش الکترومغناطیسی انرژی داره، تکانه داره، ولی جرم نداره. اون وقت جرم در حال سکون نداره. یعنی شما نمیتونین یک فوتون رو کف دست بگیرین و بگین که اینجا من یه چیزی میبینم. فوتون قابل سکون ساکن شدن نیست و هرچقدر برنگی سرعتش سرعت نوره. بنابراین سرعت چون جرم در حال سکون نداره باید با سرعت نور حرکت بکنه. سرعت نور یک ثابت کیهانی است، ماده شامل انبوه های ذره های بنیادی، مهمترین آنها پروتون و نوترون و الکترون که شما در هر ماده ای تصور بکنید، اینا به صورت ترکیبی، به صورت اتم یا مولکول این سه تا چیزن که میبینید. در ضمن الکترون یه ذره بنیادی پایداره و طول عمر بسیار بلندی داره، مگر اینکه خب به چیزی بر بخوره و از بین بره، خود به خود از بین نمیره. پروتون هم همینطوره، خود به خود از بین نمیره، ولی نوترون اگر آزاد باشه خود به خود در حدود 13-14 دقیقه از بین میره، ولی در داخل اتم ها مثلا اتم هیدروژن، اتم هیلیوم، اتم آهن، این پروتون ها، الکترون ها در حضور پروتون پایدارن. ذره های پروتون ها، ببخشید استاد فرمودین درسته؟ بله. نوترون ها تو 13-14 دقیقه از بین میرن؟ نه نوترون، بله نوترون درسته، چون یه لحظه فرمودید الکترون. نوترون نه، الکترون پایداره، به تنهایی پایداره، پروتون هم به تنهایی پایداره. البته در فعل فعالات هسته ای قوی و ضعیف میتونن شرکت بکنن، متلاشی بشن، تبدیل بشن به یه چیزای دیگر، اون به جای خودش، ولی خود به خود آزادشون بگذارین اینها پایدارن. نوترون اینطور نیست، نوترون آزاد یه نیم عمر 13.5 دقیقه اینطوره، درست دقیقه یادم نیست،
داره و متلاشی میشه. ذره های بنیادی دیگری هم هستند، تا به امروز جرم سکون برای اونها شناخته نشده است، مانند نوترینوها. گفته میشه نوترینوها انگار که جرم ندارن، و یا اونهایی که میگن جرم داره در حدود 5 الکترون ولت، اینا بیشتر ذکر نمی کنن براش. بنابرای نوترینوها باید با سرعت نور حرکت بکنن اگر قرار باشه که هیچ جرمی نداشته باشن. اگر 5 الکترون ولت هم داشتن، چون ذره بسیار بسیار سبکیه، باید با سرعت نزدیک به نور حرکت بکنه. فراموش نکنین الکترون جرمش 0.5 MeV، 500,000 الکترون ولته. بسیار بسیار 500,000 الکترون ولت با 5 الکترون ولت خیلی فرق داره. در رصدهای نجومی از گستره کهکشانی گرفته تا کیهانی، سخن از ماده تاریک و انرژی تاریک هم رفته است. تا در جایی که گرانش ماده مشاهده پذیر کم می آورد، جایی کم‌آوری ها را پر کند. با این توصیف ماده و انرژی تاریک را باید چیزهایی دانست که با ماده دیده شدنی اندرکنش الکترومغناطیسی ندارن. به اونایی که از ماده تاریک یا از انرژی تاریک صحبت میکنن، فقط از گرانششی صحبت میکنن. هیچ کسی ادعا نکرده تا به امروز ماده تاریک، به خصوص ماده تاریک، انتراکشن الکترومغناطیسی داره. چون اگه انتراکشن الکترومغناطیسی داشت دیده میشد. و اینجا این سخنی که من هر وقت به ماده تاریک میرسم تکرار میکنم، چون گفته میشه انرژی تاریک با ماده دیده شدنی اندرکنش الکترومغناطیسی ندارد، نباید با روش های متعارف مأمور آشکارسازی شوند که الزاماً مبتنی بر اندرکنش های الکترومغناطیسی هستند. ببینید این حرفم رو باز بکنم اینجا. شما هر چیزی رو که دیتکت میکنین، درک میکنید، با دیدنه، با شنیدنه، با بوییدنه، با چشیدنه، با لمس کردنه، و دیدن اینکه روی ساعت یه عقربه حرکت میکنه یا در آمپرمتر یه عقربه حرکت میکنه، اینها روش های آشکارسازی هست. در همه اینها انتراکشن الکترومغناطیسی دارین. در بوییدن، در چشیدن، در لمس کردن، در دیدن یه چیزی، دیدن حرکت عقربه مغناطیس، عقربه ساعت و آمپرمتر مثال زدم. و چون کسی نگفته که ماده تاریک انتراکشن الکترومغناطیسی با هیچ چیز دیگری نداره، پس بنابراین با هیچ یک از این روش هایی که ما میشناسیم قابل آشکارسازی نخواهد بود. فقط باید بگیم که گرانش داره، و یا اینکه به یه مکتب دیگری میگن که اگه گرانش میخوای بگو که قانون نیوتن در شرایطی کیهانی درست عمل نمیکنه و عیب داره، عیب اونو رفع بکن، عوض اینکه این همه حرف نامربوط بزنی. از به نظر منم ماده تاریک یه چیز نامربوطیه، دیده شدنی نیست. البته گرانش ماده دیده شدنی کفایت نمی کنه دینامیکی کهکشان ها رو توضیح بکنیم. اون یه مطلب قابل مشاهده هست و باید جواب داشته باشه. توی این بخش از دیده شدنی ها فقط سخن خواهم گفت.
نه از ماده تاریک و نه از انرژی تاریک. خب بله، الان مثلا حالا ما توی یه منظومه ای، حالا مثلا چه ما میخوایم رصدش کنیم از دید گرانشی و اینها، ماده کم میاریم بعد از این ماده تاریک اضافه میکنیم که اون درست بشه. حالا اگر بخوایم از دید الکترومغناطیسی ببینیمش، انتظار داریم چه چیزی رو ببینیم که مثلا بگیم حالا این از این دید الکترومغناطیسی هم رصد شد؟ ببینید، شما یه چیزی رو بخوایم ببینید، ساده تر اینه که یه نور بتابونیم بهش برگرده به چشمتون دیگه. بله. نیست؟ بله بله. اون وقت این لازمش اینه که اون چیز نور رو منعکس بکنه، موج الکترومغناطیسی رو منعکس بکنه به چشم شما، یعنی بین اون ماده و الکترومغناطیس یه اینتراکشن وجود داره. ولی وقتی که میگین اینتراکشن وجود نداره، با نور و با هیچ موج الکترومغناطیسی قادر نخواهیم بود ببینید. اینو دارم میگم. خب نه، حالا مثلا غیر از این قضیه که حالا نور بهش بخوره و برگرده، خب. حالا مثلا شاید کامل جذب کنه، حالا مثلا از چیزهای دیگه مثلا جذب کردن، جذب کردن نور یعنی اینتراکشن خودش. مطابق قانونهای الکترومغناطیس که میشناسیم، هر چیزی هر نوری رو جذب بکنه میتونه همون نور رو تحت شرایطی نشر بکنه. ستاره نوترونی، ستاره چیزا، اسمش الان یادم میفته میگم بهتون. سیاه‌چاله ها و اینا رو بگذاریم کنار، سیاه‌چاله یه داستان دیگریه. بله. خب حرفتون تمام شد؟ برم جلو؟ بله بله استاد، ممنون. بله. انواع اقسام فعل و فعالات و اندرکنش بین همین الکترون و پروتون و نوترون وجود داره، ولی در شرایط عادی هیدروژن خود به خود نمیدونم 4 تا بره تو شکم هم و هیلیوم تشکیل بده اتفاق نمیفته در دمای معمولی، ولی خب در داخل ستاره ها اتفاق میفته. منظورم از این حرف اینه که در شرایط معمولی زمینی و آسمانی، ذره های تشکیل دهنده ماده انبوه به هم تبدیل نمی شوند. یعنی از فعل انفعالات که ذرات کیهانی با هم دیگه انجام میدن و اندک صرف نظر بکنیم، از این مثالی که آوردم از اونم صرف نظر بکنیم و بگیم که شمار ذره ها پاییست است. اگر شمار ذره، شمار الکترون ها پاییست است، تعداد الکترون های عالم بگیم که تقریبا پاییست است، تعداد پروتون هاش هم پاییست است، نوترون هاش هم پاییست است، تعداد اتم های هیدروژنش بگیم پاییست است. برای یه تقریب الان دارم صحبت میکنم. اگر چنین باشه، برای یافتن صورت ریاضی پاییستگی شمار ذره ها باید یک قانون پایستگی برای شمار ذره ها بنویسیم. شاره ی از ذره ها در نظر بگیریم در نقطه X، این مختصات فضا زمان ها 4 چیزه، یک مختصش زمانه، فراموش نکنید، TXYZ. در دستگاه لخت موضعی شاره، چگالی شمار ذره ها N تابعی از X باشد. بالاخره شما میتونید اون در نقطه X یک دستگاه لخت موضعی داشته باشید. در اون دستگاه لخت موضعی شمار ذره ها N تابعی از X باشد. و حرکت هم میکنن، سرعت اونها یو باشه و دست جمعی چگالی شار آنها ان یو آلفا باشه. آلفا هم
صفر یک دو سه و الفا بتا و گاما که می نویسم یعنی مؤلفه ها در این دستگاه لخت موضعی هستن. اگر از دستگاه لخت موضعی رفتم بیرون با حروف یونانی میو نیو لامدا و از اینا خواهم بود. برای پایستگی شمار ذره ها لازم از چار دیویژانس شار صفر باشد، یعنی ان یو آلفا مشتق نسبت به آلفا مساوی صفر باشه. ببینید این همون معادله است که می نویسین دی رو به دی تی به علاوه دیورژانس رووی مساوی با صفر، حالت کلاسیکیشه، حالت سرعت های کم و نیوتونیشه، چیز زیادی نیست. اینو باز بکنید، جمله اولش آلفا تیه، خواهد شد ان یو آلفا تقسیم بر تی و ببخشید ان یو صفر تقسیم بر تی، یو صفر هم سرعت ذره در حال سکونه و اون دی تی به دی تاوه، دی تی به دی تاوه و اون را هم میتونید سی انتخاب بکنید و بگید که دی ان به دی تی. بقیه جملاتش هم رووی دیورژانس رووی خواهد بود. برای یافتن، خب حالا این در دستگاه لخت موضعیه، مشتق مشتق معمولیه. برای اینکه از دستگاه لخت موضعی بریم به دستگاه خمیده کافیه که همین مشتق معمولی رو بکنیم مشتق هموردا، عوض کاما سمیکولون بنویسین، نقطه کاما بنویسین، همین کافیه. تعمیم این فرمول اینه: اول اندیس میو آلفا رو بکنیم میو، تا فراموش نکنیم که در دستگاه لخت موضعی نیستیم، و این کاما رو هم بکنید سمیکولون. حالا از این باز بکنید، جمله اول مشتق معمولی بود دیگه، ان کاما میو یو میو و بعد ان یو میو سمیکولون میو. گفتیم مشتق هموردا از قانون لایبنیتس پیروی میکنه، مشتق اول در دوم و مشتق دوم در اول. این مشتق اول چون اسکیلره، ان اسکیلر دنسیتیه، بنابراین گاما نداره و سمیکولون لازم نیست بنویسم، همین کاما کافیه. ضرب در یومیو، بعد ان ضرب در مشتق این، این برداره و اگر باز بکنید یه دون از اون گاماها در اینجا خواهد آمد. حالا ببینیم که این به چی در تقریب سرعت‌های کم و گرانش زمین، گرانش ضعیف، آیا با اون چیزهایی که آشنا هستیم میخونه یا نمیخونه. ببینید فراموش نخواهیم کرد، ما داریم این فرمول ها رو برای گرانش قوی معالم می نویسیم و برای سرعت های زیاد، ولی معناش این نیست که اون چیزی که در گرانش ضعیف یاد گرفتیم و در سرعت های کم یاد گرفتیم اونها دور ریختنی هست. حد هر اون چیزی که میگیم در سرعت های کم و در گرانش های ضعیف باید همون چیزهایی باشه که در مکانیک کلاسیک خوندیم، یا در ترمودینامیک کلاسیک خوندیم، یا در هایدرودینامیک کلاسیک خوندیم. خب حالا این رو در حد سرعت‌های کم بنویسیم و گرانش ضعیف ببینیم چی میشه. در تقریب سرعت‌های کم و گرانش زمین ضعیف یوسف رو بگیریم C، یو آی رو بگیریم وی آی، عبارت از دی اکس آی به دی
تی تعریفش دی اکس آی به دی تاو بود، ولی در صورتهای کم دی تی و دی تاو با هم فرق زیادی ندارن. اینم دی اکس صفر به دی تاوه که دی اکس صفر عبارت بود سی دی تی و بعد سی دی تی تقسیم بر دی تا، دی تی به دی تا رو یک گرفتیم، این سی ظاهر شده. وقت این دوتا مقدار رو بگذارین در این مادم، آها چون گرانش ضعیفه مشتق کووریانت هم تبدیل میشه به مشتق معمولی. بنابراین جمله اول میشه دی ان به دی تی، جمله بعدی دیورجانس ان وی مساوی با صفر، که این قاعدتا باید برای شما شناخته شده باشه، که این میگه که تعداد ذره هایی که در کیهان میبینیم در شرایط متعارف. این شرایط متعارف اینجا یه جای تکرار شده بود، رفتم بالا، یعنی ذرات به هم دیگه تبدیل نشن، وقت این قانون پایستگی که میشناسیم. خب غیر از ذرات، تعداد ذرات هم الکترومغناطیس و هم ماده معمولی انرژی و تکانه داره و پایستگی انرژی و تکانه رو داره. اون چیزی که الان در اینجا میبینین تکانه الکترومغناطیسیه. در معادله 4-9، فصل 4 معادله 9، تانسور انرژی تکانه میدان الکترومغناطیس سخن گفتیم. تعمیم آن به نسبیت عام چنین خواهد بود. ببینید اف میو نیو یادتون هست چی بود؟ اگر این رو پهن میکردین در یک تانسور 4x4 یا در یک ماتریس 4x4، سطر اول میدان الکتریک بود، ای اکس ای وای ای زد، یا منهای ای اکس منهای ای وای ای زد. ستون اول ای اکس ای وای ای زد بود. بعد 3/3 باقی مانده اگر یادتون باشه عبارت بود از بی زد منهای بی وای و بی اکس. اینا امیدوارم یادتون بیاد. حالا از اف میو نیو، اینا میدانن، تانسور میدان اف میو نیو ها، انرژی و تکانه اینها با این تانسور نموده میشه. مؤلفه صفر صفر این 1/2 ای دو منهای بی دو، 1/2 ای دو بلاوه بی دوه. مؤلفه صفر یک صفر دو صفر سه که ستون اول بشه. ببینید این تانسور رو 4x4 دیگه پهن بکنین در یک شبکه 4x4. جمله صفر صفرش 1/8π ضرب در ای دو به علاوه بی دو، انرژی کل میدان الکتریکیه. ستون زیرش بردار پوینتینگ شار این هست، یعنی ای صفر یک ای صفر دو ای صفر سه، شار این است. جمله یک صفر میدان جمله یک صفر، یعنی سطر اول ستون دوم، مومنتوم در امتداد یک، مومنتوم اشعه الکترومغناطیس در امتداد یک، ستون یک دو مومنتوم در امتداد دو، و یک سه مومنتوم در امتداد سه. زیرش شار
این مومنتوم یک، مومنتوم دو، مومنتوم سه بود در این ستون ها. در هر حال این رو برگردیم. بله، معذرت میخوام استاد. خدمتتون عرض کنم که ما یه تانسوری هم مشابه این داشتیم توی فصل چهارمون، معادله 4-9. اونجا این تانسور ما فقط دو تا مؤلفه داشت، یه تیه اون بالا آلفا بتای خدمت شما عرض کنم پادوردا بود. الان این تانسور ما که اینجا 4 مؤلفه شده، یعنی عملا 4-4 شده، این تفاوتش چی هست؟ این چه چیز کامل تری نسبت به اون داره؟ چون اونم تانسور انرژی تکانه بود، اینجا ما پایسته جان. این همونی که دارم میگم، معادله 4-9 همون دارم میگم. اونجا اندیسا رو آلفا بتا یه سوت بسیار بعدی الان وجود داره، نمیدونم، نمیذاره حرف بزنم. این برگردین این معادله رو نگاه بکنید، این همون تانسوری که اینجا کپی شده، فقط اندیساش اونجا آلفا بتا گاما و اینا بود، اینجا میو کاپا نیو کاپا از این استفاده کردیم. و اونجا عوض جی میو نیو اتا میو نیو بود. و الان چون میخواییم در مختصات عام بنویسیم، عوض اتا میو نیو جی میو نیو نوشته شده است. این همونه. حالا اگر دوستان میخوان لحظه ای ببینن، معادله 4-9 صفحه 53 کتاب هستش، اگر در لحظه میخوان این معادله رو اونجا باز شده اش رو ببینن. بله بله درست. خب و پایستگی اینم بررسی کردیم، کافیه که از این کووریانت مشتق کووریانت بگیریم، بنویسین که T mu nu semicolon nu. و چون در مختصات عام می‌نویسین، باید مشتق کووریانت بگیرید. خب که چطور شد؟ بله، داشته های کیهان. این تانسور میدان بر حسب بردار پتانسیل نوشته شده است. خب این از الکترومغناطیس و گمان میکنم به قدر کافی هم بحث کردیم. رها میکنم برای داشته های مادی کیهان که در کهکشان هاست، ستاره هاست و یا هر سیستم دیگری در ابرهای بین ستاره ها، بین کهکشان ها، پر ماده است. اون وقت خب اگر انگوش بگذارین روش، تمام عناصر جدول مندلیف رو کم و بیش میتونین درشان ببینین. ولی بیاین با یه تقریب فرض بکنیم که در هر بخشی از کیهان که داریم کار میکنیم، مثلا اگر یک کهکشان یا یک ستاره است یا یک ابر میان ستاره ای یا میان کهکشانی یا حتی خود کیهانه، فرض بکنیم که در بسیاری جاها میتوان ماده را شاره کامل دانست، مثل یه سیال، مثل یه گاز، مثل یه آب، که اینا یک چگالی دارن، مثلا هوا، مثلا آب، یه چگالی داره، یه فشار داره، فقط به همین اکتفا بکنیم. اون وقت میتونیم یک بخشی از شاره رو در نظر بگیریم، خودمون سوار بشیم روش و همراهش باش اگه حرکت میکنه حرکت بکنیم، به طوری که اون شاره نسبت به ما ساکن باشه، یعنی شاره رو در مختصات در دستگاه سکون شاره در نظر بگیریم،
این عبارت دقت بکنید، در دستگاه سکون شارع، یعنی وقتی که شما همراه با شارع حرکت میکنید، اون چیزی که خواهید دید یه چگالی هست و یک فشار. و اگر این شارع همسانگرد باشه، یعنی امتدادهای مختلفش یکسان باشه، این فشار در امتداد X, Y, Z هم فرق نخواهد کرد. بنابراین این تی میو آلفا در زست فریم شاره، این کلمه رو دقت بکنید، رست، تی آلفا بتا در زست فریم شاره، چون انرژی هست، رو سی دو بگیم، رو چگالی ماده و سی دو ضرب بکنید بشه انرژی. این چگالی انرژی است. اون وقت جملات قطری دیگر منهای پی منهای پی منهای پی بگذاریم و معرف فشار باشن. ضمناً توجه بکنید دیمانسیون رو سی دو با دیمانسیون پی یکسانه. دیمانسیون فیزیکیشون یکسانه. این عبارت است از جرم، طول به توان دو، جرم تقسیم بر طول به توان سه چگالیه. جرم تقسیم بر طول به توان سه، سی عبارت است از طول به توان دو تقسیم بر تی دو، و این خواهد شد جرم تقسیم بر طول ضرب در تی به توان دو. فشار را هم دیمانسیونش حساب بکنید، همین رو خواهید دید. بد نیست تمرین بکنیم برای خودتون. نیرو بر واحد سطح. فشار تعریفش نیرو بر واحد سطح. نیرو عبارت از دست جرم ضرب در شتاب، یعنی جرم ضرب در طول تقسیم بر زمان به توان دو، و بر واحد سطح هم تقسیم بکنید و خواهید دید که رو سی دو دیمانسیونش با پی یکسانه. بنابراین این تانسور تیمیونو رو در دستگاه سکون ذره که حرکت نمیکنه بنویسیم رو سی دو منهای پی منهای پی منهای پی. خب حالا فرض کنیم این شاره ما همراه شرکت نکنیم، در دستگاه لخت موضعی خواهیم دید اون رو. یعنی دستگاه ما با شاره حرکت نکنیم، دستگاه مختصات خودمون داشته باشیم، و اون وقت شاره در این دستگاه لخت موضعی که حرکت میکنه خیلی راحته بپرسیم که این در دستگاه لخت موضعی چی میشه. یه تانسور رنگ دوه، یه ترانسفورمیشن لورانس بدین بهش به این صورت. تی آلفا بتا در لوکال اینرشل فریم لخت موضع، لخت موضعی. این تانسورهای تبدیلهای لورانس رو بیارین، لامدا آلفا گاما برای اندیس آلفا، لامدا بتا دلتا برای اندیس بتا، و بعد تی گاما دلتا در دستگاه رست. تبدیل بکنید. خیلی ساده است. اینو بلدیم. اینا رو هم بلدیم. بشینیم پلوی هم با هم دیگه ضرب بکنید. اگه میخواین برای یادآوری، لامدا صفر صفر عبارت بود از گاما. گاما هم عبارت بود یک تقسیم بر رادیکال یک منهای بتا دو. بتا عبارت بود از وی بر سی. اینا امیدوارم یادتون مونده باشه. لامدا صفر یک عبارت بود از گاما بتا. بله. خود بپرسم خدمتتون عرض کنم که الان این معادله 7-3 اون بالایی یه شباهتایی داره به متریک مینکوفسکی،
حالا با این تفاوت که مثلا اون پی سی به توان دوش مثلا یک بود، بعد اون منفی پی آن منفی یک بود. این شباهتی که حالا یه شباهت نمیشه شباهت مطلق هست، ولی یه شباهت نسبی که الان این با اون متریک مینکوفسکی داره، اینا اتفاقی هستن؟ چه چیزی پشتش هست؟ نه خیلی هم اتفاقی نیست. اولا تفاوتاشون رو بدونیم. اون متریک مال فضا زمانه، این مال ماده است. یه جملهش انرژیه، بقیهش فشار هستن. شما تبدیل فوریه یادتون هست که میتونستین از فضای معمولی بریم به فضای تکانه، یادتون هست؟ بله. تبدیل فوریه کم و بیش چیزی شبیه این رو اینجا میبینین. یعنی فضا زمان چهار بعدی با انرژی تکانه، اونم چهار بعدی، تانسور چهار بعدی منظورمه، شباهت هایی با هم دارن و انگار که یکی فوریه ترانسفورم دیگریه. میخواین روی این فکر بکنیم؟ من خودم خیلی وقتا به این فکر کردم، ولی خب محدودیت هایی هم داره. شما فضا زمانتون رو میتونین تا بی نهایت ادامه بدین، ولی این تی آلفا بتاتون رو تا بی نهایت یه محدودیتی داره، یه اینوریانت هایی داره که ناشی از اینی که ماده که در اختیارتون مقداره ثابتیه از نظر انرژی و از نظر مومنتوم. نکته جالبی متوجه شدین، فکر بکنین روش. حالا این لامدا صفر صفر بود، لامداهای دیگرش لامدا صفر آی منهای گاما بتا، بتا عبارت است از وی آی منهای سی وی وی آی بر سی، لامدا آی جی گاما آی جی مساوی با این مقداره که این رو ما همیشه میگفتیم که حرکت در امتداد اکسا باشه یا وای ها یا زد ها باشه، چنین چیزی رو ما نمیدیدیم. اگر حرکت در یه امتداد غیر مشخصی باشه، به طوری که این سرعت بتا سه مؤلفه بتا یک بتا دو بتا سه داشته باشه، این لامدا آی جی در این مسئله پایانی زیر بخش سه داده شده، به عنوان مسئله داده شده. نمیدونم حلش کردین یا نکردین. در هر حال این گاما هستن. خب پس تی آلفا بتا در لوکال اینرشل فریم، شما بیاین این تی آلفا بتا رس فریم رو ضرب بکنیم به دوتا از اون گاما ها و به این صورت به دست میارین. حالا به عنوان مسئله، معادله 7-8 رو از معادله 7-4 به دست بیارین. جزئیات محاسباتش رو بنویسین برای هفته آینده. یو آلفا و یو بتا اینا دی اکس آلفا به دی تاوه، فراموش نکنید. یو صفرش گاما سی و یو آیش گاما ویه. البته اگر سرعت ها خیلی کم بود، گاما را میتونین یک بگیریم، بگین سی و ویه، که این کاری بود که در بالا هم در اون ماده پیوستگی انجام دادم براتون. خب بنابراین این ببینید چیکار کردیم. تانسور رو در دستگاه تانسور انرژی تکانه رو در رست فریم ماده نوشتیم، بعد رفتیم در انرشل
local inertial frame نوشتیم. Should be in ترتیب. حالا میریم در دستگاه عام بنویسیم. خیلی ساده است. فقط کافیه که این اتامینو رو بکنین جی آلفا بیتا، بقیهش هم یو میو یو نیو، و این یو میو یو نیو با این یو آلفا تفاوتش این خواهد بود، دی اکس آلفا به دی تا خواهد، دی اکس میو به دی تا خواهد بود، دیگه به این سادگی گاما نخواهند بود. این در هر حال انرژیه، ببخشید، تانسور انرژی تکانه است در یه دستگاه مختصات عام، و روش به دست آوردنش هم توجه بکنید. سه گام برداشتیم. اول در رس فریم نوشتیم، بعد در لوکال انرژیل فریم نوشتیم، و بعد در مختصات عام به این صورت در آوردیم. حالا این انرژی تکانه پایست است. پایسته به معنای این که چهار دیورژانسش صفره. چهار دیورژانس کووریانتش صفره. البته در اینجا هم چهار دیورژانس معمولیش صفر بود، چون فضای تخته. و در اولی هم همینطور بود. اینجا که میرسیم چهار دیورژانس کووریانت این رو صفر میگذاریم. چهار دیورژانس کووریانت این دو تا گاما باید درش باشه. یکی از گاما ها رو در اینجا میبینین به خاطر نیو. ببینید نیو رفته اینجا، نیو لامدا اینجاست. این یکی چون نیو نیوه به این صورت در آمده. اینم نگاه بکنید، تو قبلا یه جایی خوندیم که دیورژانس یه تانسور چی میشه و این سرکلش پیدا میشه. یه تانسور یا یه بردار، سرکله این مشتق لوگاریتم جی ظاهر میشه. خود جی هم فراموش نکنین دترمینان تانسور متریکه، منهای دترمینان تانسور. چون دترمینان تانسور متریک سه تا علامت منفی داره، یه علامت مثبت، بنابراین خودش خود دترمینان منفیه. یه منها میگذارین تا مثبت باشه و تا لوگاریتم میتونین بگیرین. شما از عدد منفی نمیتونین لوگاریتم بگیرین. البته میتونیم بگیریم، منتها کامپلکس خواهد بود، وارد اون پیچیدگی ها نشیم. پس این قانون پایستگی انرژی تکانه، انرژی مومنتوم، به شرط اینکه برای ماده چی؟ برای سیال کامل، برای اشاره کامل مثل هوا که تقریبا اشاره کامله. اشاره کامل به این معنی که در از نیروهای استکاک اینها اگر قرار باشه حرکت بکنه از اونها صرف نظر میکنی و ذرات هم به هم دیگه تبدیل نمیشن. خب یه بار دیگه بفهمین استاد، شاره کامل تعریف شاره کامل چی بود؟ استکاک اینا نداشتن، نیروهای ائتلافی درش وجود نداشته باشه. شاره کامل یعنی نیروهای ائتلافی درش وجود نداشته باشه، فقط فشار داشته باشه و چگالی ماده در حالت سکونش. در حالت حرکتش هم اگر حرکت میکنه میتونه انرژی سینتیک داشته باشه، انرژی پتانسیل داشته باشه، ولی نیروهای استکاک اینا رو صرف نظر بکنیم ازش. هستن در اتفاقا در کیهان نیروهای استکاک بسیار بسیار اندکن،
چون ماده بسیار پراکنده است. ابرای هیدروژنی رو بگیرین، نمیدونم 1 تا 100 تا اتم هیدروژن در 1 سانتی‌متر مکعبش باشه یا نباشه، در حالی که در همین جوی که الان دارین نفس میکشین در هر سانتی‌متر مکعبش 10^20 تا 21 تا ذره وجود داره، اتم وجود داره. آسمان ها و کهکشان ها و ستاره ها خیلی رقیقن از نظر ماده، مگر بریم به درون ستاره ها و اینا که فشار زیاده در اونجا. یه سوال دیگه البته پاسخ داده شد تو معادله همین 17، این الان 4 دیورژانس هموردای ماست، اگر اونجا به جای سمیکالون، سمیکالون نوی که اون پایین اومده، اگر میذاشتیم مثلا ویرگول نو، این دیگه میشد 4 دیورژانس پادوردا دیگه، درسته؟ اگه کاما بنویسین جای سمیکالون، بله اینجا اون رو برای این بنویسین، برای لوکال اینیشل فریم بنویسین که اینجا مشتق 4 دیورژانس، این 4 دیورژانس معمولیه و گاما وجود نداره. ببین در لوکال اینرشل فریم گاماها صفرن، لوکال اینرشل فریم دستگاه مختصات تخته، در دستگاه مختصات تخت تمام کریستوفل سمبول ها هموستار ها صفرن، بنابراین چیزی به نام مشتق هموردا تعریف نشده، همون مشتق معمولیه. فضا اگر خمیده بود اون موقع مشتق معمولی رو ناچاریم عوض بکنیم با مشتق هموردا که گاماها در اشتغالت میکنه، مثل این فرمول. دقت میکنین؟ درسته، ممنون است. بله. ببینید اگر این فضا تخت بود تمام گاما ها صفر بودن، این جمله می رفت. جی برای فضای تخت چیه؟ جی برای فضای تخت چیه؟ اتامیونیو چیه؟ تانسور متریک در فضای تخت چیه؟ همون تانسور چیز میشه دیگه، مینکوفسکی میشه که استفاده میشه، مینکوفسکی 1 - 1 - 1 - 1 چیزش چیه؟ دترمینانش چقدره؟ تانسور مینکوفسکی دترمینانش چقدره؟ خیلی مشکل این سوال جواب بدین. متریک مینکوفسکی هست 1 - 1 - 1 - 1 دترمینانش چیه؟ ای بابا همشون همتون علامه دارین. دترمینان اصلا میدونین یعنی چی؟ منهای دو میشه استاد. چرا منهای دو؟ یک رو قطر اصلی ها مگه نباید با هم جمع کنیم؟ نه دترمینان پس بلد نیستین. نه دترمینان از هر سطر و از هر ستون یکی میگیرین ضرب میکنین به هم دیگه و جملات زیادی درش هست و با هم جمع میکنیم، جمع یا تفریق میکنیم برسته به نوعی که داریم. حالا دترمینان ماتریس مینکوفسکی چی میشه؟ -1 میشه؟ بله، 1 ضرب در منهای 1. این تنها جمله‌ای که وجود داره. پس دترمینان میشه -1. -1 منهای جی میشه 1. لوگاریتمش چی میشه؟ لوگاریتم 1 چی میشه؟
صفر میشه دیگه. صفر میشه. پس بنابراین ببینید این رو در فضای تخت اگر بنویسین، این صفره، این صفره و مشتق همورداتون مشتق معمولیه. دیورژانس همورداتون دیورژانس معمولی میشه. سمیکولنش از بین رفته. من تعجب میکنم با این پایه‌ای که شما در ریاضیات دارین چگونه اصلا جرأت کردین این درس بگیرین؟ یه دترمینان بلد نیستین. من اگر یه ماتریس 2x2 بهتون بدم A, B, C, D دترمینان این چقدره؟ A D منهای B C. خب اگه اینو بلدین چرا ماتریس مینکاوسکی رو دترمینانش رو حساب کنید؟ نه چرا من بهش نصف سو تفاهم پیش نیاد، بلد بودیم. من در لحظه اینو باید حساب میکردیم، یه تأخیر افتاد داشتم حساب میکردیم که این بعدش برسیم. حالا یه حرف دیگه، این ادعا اینه که این کمیت که برابر با این شده قانون پایستگیه. حد سرعتهای کم این و گرانش های ضعیف این باید قانون پایستگی باشه که ما میشناسیم در مکانیک کلاسیک. بنابراین من حد کلاسیک این معادله رو میخوام حساب بکنم. اول ببینم که برای گرانش ضعیف اینجا من متریک رو لازم دارم، جاهای مختلف گاما ها رو لازم دارم. برای گرانش ضعیف این متریک و گاما ها رو چی بگیریم؟ برای اینکه مفاهیم فیزیکی در پیچیدگی های ریاضی گم نشود، حد کلاسیک معادله 7-9 را در زیر بررسی میکنیم. در صورت های کم یوسف مساوی سی هست. اینو میفهمین تو ذهنتون مونده یا نه؟ یوسف تعریفش چیه؟ یو آی تعریفش چیه؟ تعریف دقیقش؟ سرعت توی در واقع جهتمون هر تو جهتی که داریم میگید. خب آی جهت آی، یو آی تعریفش چیه؟ سرعت در جهت آیو. بله عبارت ریاضیشو بگیم، تعریف ریاضیشو بگیم ببینم. فرمول ریاضیشو روند ایکس آی به روند تی. نه خیر، دی ایکس آی به دی تاو. و این یکی تعریفش چیه؟ تعریف دقیقش، نه این تعریف تقریبی که اینجا گذاشتم. این دی اکس آی به دی تا، این یکی یوسف چی؟ جواب بدین. میکنم هم سی دی تا تقسیم بر دی تا میشه. بله دی اکس صفر به دی تا، دی اکس صفر تون هم هست سی دی تی. بله که اونم تقسیم بر دی تا. بله حالا اگر سرعت های کم باشن این دی تی به دی تا رو برابر با یک بگیریم، تی و تا رو با هم برابر با یک بگیریم. یوسف میشه سی، یو آی میشه وی آی، و وی آی هم که هست دی اکس آی به دی تی
چون تعریف خودش dxi به dt بود، حالا dt رو با dt عوض بکنید میشه این. و فراموش هم نکنید که v بر c به توان دو رو خیر کوچکتر میگیریم و حذف میکنیم، ندیده میگیریم. و اما g متریک لازم دارین اینجا برای محاسبه کردن گاماها و محاسبه کردن این دترمینان. از جی در میدان گرانش ضعیف رو قبلا بررسی کردیم، یک به علاوه دو فی تقسیم بر سی دو، که فی عبارت است از گرانش نیوتونی. یادتون هست این فرمولی؟ بله این فرمولی یادتون هست؟ بله. ساعت اون هم دیده بودم. بله. جی صفر آی سطر اول متریک صفره. جی آی جی هم منهای یک منهای یک منهای یک میمونه. پس بنابراین دترمینان جی چی میشه؟ ببینید این جی صفر صفر، این هم جی آی جی، این هم سطرا و ستونای خارج از قطر. جی چی میشه؟ مثل همون قبلی. بله این جمله ضرب در سه تا منهای یک که میشه این لوگاریتم، این لوگاریتم یک بلاوه یه چیز کوچک، یک لوگاریتم یک بلاوه اکس عبارت از اکس. بسته تیلور بدین لوگاریتم رو. لوگاریتم یک به علاوه اکس، اکس اگر کوچک باشه در تقدیم اول همون اکسه، بنابراین لوگاریتم این لوگاریتم منهای این، این تیکش میشه دو فی بر سی دو. پس بنابراین توی این فرمول باید بذارین دو فی بر سی دو یه مشتق بگیرین ازش و بعد ببینیم بقیهش چی میشه. و اما گاماها، گاماها رو بررسی کردیم. بجز گاما آی صفر صفر بقیه گاماها صفرن. همه هموستارها صفرند بجز گاما آی صفر صفر که اینم گرادیان فیه. در واقع پس به جای اون گرادیان فی، به جای ببینید فراموش نکنید این فرمول رو میخواییم در حد کلاسیک صورتهای کم گرانش های ضعیف بنویسیم. به جای این می‌نویسیم گرادیان فی، به جای اینم می نویسین دو فی بر سی دو گرادیان فی دوباره، و وقت ببینیم چی میشه. با در نظر گرفتن تقریب های بالا مؤلفه آی اون معادله را بنویسیم. ببینید این معادله ناچارم برم و بیام. این معادله چهار مؤلفه داره. نوش که جمع زده شده اون هیچ، این یه برداره. این معادله یه بردار مساوی با صفر. مؤلفه صفر داره، یک دو سه داره. توی اون فرمول مؤلفه صفرش رو داره، یک دو سهش رو میخوام بنویسم، مؤلفه آیش رو. تی صفر آی، تی صفر صفر رو وی آی نگاه بکنید و بعد این یکی جمله بعدش میشه این، جمله سومش برابر میشه با این، جمله آخری هم برابر میشه با این. این باید صفر باشه. حالا این رو بیشتر بررسی بکنیم، این مشتقا رو باز بکنیم.
رو دی وی آی به دی تی و بعد یه دی رو به دی تی ضرب در وی آی، یه دی رو به دی رو به دی تی هم یه جای دیگر خواهید داشت که از بین بره اونا رو ببره. خلاصه کلام این رو بررسی بکنید، به این فرمول خواهید رسید: رو دی آی وی آی به دی تی وی جی دی وی آی به دی اکس آی. این از اینجا آمده، وی جی دی وی آی به دی اکس جی، این از اینجا آمده، دی پی به دی اکس آی از اینجا آمده، دی پی به دی اکس آی، دی فی به دی اکس آی ضرب در رو از اینجا آمده. ولی این رو میشناسین، این معادله اویلره برای اشاره کامل. بنابراین میبینین که تونستیم با این شگردی که به کار بردیم معادله اویلر رو به دست بیاریم. بقیه جملاتش قاعدتاً باید بتونین نشون بدین که صفرن. مسئله بعدی برای دفعه دیگه، جزئیات این معادله رو به دست بیارین، جزئیات معادله حرکت برای معادله اویلر برای اشاره کامل رو به دست بیارین. یعنی این رو باز بکنید، این مشتقا رو، و ببینید که به این صورت به دست بیارین: دی پی به دی اکس آی نیروی ناشی از فشاره، رو دی فی به دی اکس آی نیروی گرانشه، فی پتانسیل گرانش بود، این نیروی گرانشی که در اینجا میبینید، این هم که نیروی اینرسیه، جرم ضرب در شتاب، چگالی ضرب در شتاب مساوی نیروها، چگالی نیروها. این قانون حرکت نیوتونه برای اشاره، برای چگالی اشاره، هم تحت فشاره و هم در یه میدان گرانش قرار گرفته. خب بیشتر از این نگم. این فصل هفتم و این فصل هفتم دیگه و فصل ششم. فصل ششم یادآوری میکنم چه کار کردیم. مشخصات فضاهای منحنی رو به دست آوردیم که فضای منحنی چه خصوصیاتی ممکنه داشته باشه. از جمله چیزهای مهمی که باید بیاد داشته باشین اینه که در فضای منحنی یک تانسور خمش میتونین تعریف بکنید، تانسور خمش ریمان کریستوفل، یه تانسور رنگ چهاره. البته از تنجیدن تانسور ریمان کریستوفل میتونین تانسور ریچی به دست بیارین. یکی از اندیسای بالا رو با اندیسای پایین ادغام بکنید به تنجین و یه تانسور رنگ دو به دست میارین که اسمشو گذاشتیم تانسور ریچی. دوباره اگر تانسور ریچی رو تنجش بدین یه اسکیلر به دست میارین که اون را هم گفتیم خمش اسکیلر. خمش سکیلر
لغت انگلیسی چی بود؟ curved scalar curvature R رو. بعد از ترکیب تانسور ریچی و scalar curvature و متریک یه تانسور انیشتن پیدا کردیم. این تانسور انیشتن چار دیورژانسش صفر بود. این چیزا یادتون هست؟ در فصل 6؟ بله استاد. و این که چار دیورژانس صفر بود رو به معنی پایستگی و اینها میخواستیم. بله. پس برای هندسه فضای خمیده یه تانسور انیشتنی میتونیم پیدا بکنیم که چار دیورژانسش صفره. و الان امروز برای داشته های کیهان که الکترومغناطیس هست و ماده اگر شارع کامل بگیریم یه تانسور انرژی مومنتوم میتونیم تعریف بکنیم که چار دیورژانس اونم صفره. حالا فصل هشتم موضوع صحبتمون این خواهد بود. فضا زمان یه جا یه خاصیتی داره، چار دیورژانسش صفره و ماده و انرژی، تکانه و انرژی یه چار دیورژانسی داره که اونم صفره. اگر قرار این فضا زمان با انرژی تکانه اینتراکشن داشته باشه، در یه جایی باید یه وجه مشترک داشته باشن. یه خاصیتی از فضا زمان متناسب با خاصیت مشابهی از انرژی مومنتوم از داشته های کیهان باشه. با اون وقت به این نتیجه خواهیم رسید به تجویز انیشتن تانسور انیشتن رو متناسب بگیریم با تانسور انرژی تکانه. بگیم اگر انرژی تکانه رو بلدین این معادله رو حل بکنید و جی میو نو رو ازش پیدا بکنید، فضا براتون شناخته بشه. این کل فلسفه انیشتنه. فضا زمان یه خاصیتی داره به نام تانسور انیشتن که چار دیورژانسش صفره. داشته های کیهان اهم از اینکه الکترومغناطیس باشه یا سیال کامل باشه یک چیزی شبیه اون داره، چار تانسور که دیورژانس اونم صفره. و تجویز انیشتن اینه که اگر قرار این دوتا روی هم دیگه تأثیر بگذارن، بهتره که یه راهش اینه که این دوتا تانسور رو با هم متناسب بگذاریم. اون وقت ضریب تناسبی هم لازم داریم. بعد لازم این ضریب تناسب رو بر میگردیم با مقایسه با اون چیزی که تا به حال از فیزیک در حالت کلاسیک یاد گرفتیم، ببینیم که اون ضریب تناسب رو چی انتخاب بکنیم. من به همین جا درس امروزمون رو بسنده میکنم و از سوالاتتون رو میشنوم. ببخشید. بله. از فصل قبل میتونم سوال بپرسم؟ بله. خدمت شما عرض کنم که پیرامون همین بحث تنجش که فرمودین، بله، من دیشب داشتم دوباره این فصل‌های قبل رو مرور می‌کردم، توی صفحه 87 که شما تعریف تنجش و تنجیدن رو آوردین، بله، مشخص تعریفش، یعنی تعریفش رو متوجه شدم که چی هستش، منتها من کامل واقعیتش رو بخواید این فرایند تنجش و تنجیدن رو در لمس نکردم که چرا ما این کارو باید انجام بدیم. ببین. تعریفش مشخصه ها توی چیزا؟ ببین یه چیزی که شما سابقه دارین من اشاره بکنم بهش و کمک میکنه به فهمیدنش. در فضای سه‌بعدی یه بردار A
با مؤلفه‌های AX, AY, AZ تعریف بکنید. دیورژانس این چی میشه؟ جواب بدین. میشه روند X. اگه فرض بکنیم که اون تابع ما یک تابع F بخواد بوده باشه، بعد میشه روند F به روند X، بعد به علاوه روند F روند Y، به علاوه روند F روند Z. F من نگفتم. اگه یک تابعی داشته، یک برداری داشته باشیم. بردار گفتم من. شما از F نمیتونین دیورژانس بگیرین. از V درسته. از بردار دیورژانس میگیرین. نه منظور همون بود. V. من بردار A دادم بهتون. A مؤلفه‌اش هم گفتم. AX, AY, AZ. آها درسته. میشه روند AX به روند X در آی هت. حالا فرض میکنیم که مثلا اون بردار یکش مثلا آی بخواد بوده باشه، به علاوه خدمت شما عرض کنم که به علاوه روند ای بزرگ در روند ای کوچیک ای کوچیک دو جی هت، به علاوه روند ای بزرگ در روند ای کوچیک مؤلفه سومش در کا هت. خیر این نیست. کسی دیگری دیورژانس بلده به من بگه؟ دیورژانس بردار A با مؤلفه های AX, AY, AZ چیه؟ روند AX به روند X، به علاوه روند AY به روند Y، به علاوه روند AZ به روند Z. خب این چه نوع کمیتی میشه؟ اسکالر میشه. یه اسکیلره. بله. این یه اسکیلره. شما الان آمدین از یک بردار یه اسکیلر ساختین. این تنجیدنه. این معنای تنجیدن اینه. بردار رو تبدیل کردین به یک اسکیلر. حالا اگر یه تانسور داشتین، مثلا همین تانسور تیمینو که امروز داریم صحبت میکنیم، شما بیاین اندیس یکی از این اندیس ها را بیاریم پایین، تیمیو بالا نیو پایین، و بعد بنویسین تیمیو بالا میو پایین، اون وقت این جملاتش رو جمع بکنید. برای تانسور ایمیو این کار رو بکنیم ببینم. ببینید کدوم صفحه است. من یه صفحه برم عقب. سوالی که استاد من پرسیدم مربوط به صفحه 87 کتاب میشه. بله باشه، به اون میرسم. این یه تانسور رنگ دو آلفا بتا، میبینین که اینطوری هم هست. بتا را بیاریم پایین. بتا را بیاریم پایین چجوری میشه؟ این یعنی باید اتا میونیو باید اتا آلفا بتا باید ضرب بکنید. وقت این به چی تبدیل میشه؟ اگر این بتا پایین بیاد و اندیس کووریانت باشه چی به چی تبدیل میشه؟ ما در اصل هموردا میشه دیگه. الان این اندیس بالای ما پادوردا هستش. بله. اگر بتا رو بیاریم پایین هموردا میکنیم. منظورتون این هست؟ بله بله. چی میشه بالاخره؟ این جای سطر و ستون عوض میشه؟ جای سطر و ستون عوض میشه خودشه دیگه. درست. نه ببین اتا آلفا بتا که باید بنویسی اینجا اتا آلفا بتا پایین و بعد روی بتاش جمع بزنین. اتا بتا گاما، گاما پایین باشه و بعد جمع بزنین روی اتا. و این اتگام بتا هست یک منها یک منها یک منها یک. چه تغییری در این میده؟
این رو میکنه بلاوی پی بلاوی پی بلاوی پی. اتاره اگر کنار این بنویسین ضرب بکنیم بهش میشه بلاوی پی بلاوی پی بلاوی پی. اون وقت تنجیدن یعنی اینکه این جملات الفا الفا رو با هم جمع بکنید، خودش هم که قطریه هست خواهد شد روسی دو منهای سبک پی دو. این تنجیدنه، این تنجیدن این تانسوره. اندیس بتا را بیاریم پایین، پایین آوردنش این بلاوه ها منها رو بلاوه میکنه و بعد جملات قطری قطری میمونن و بعد اینا رو با هم دیگه جمع بکنید، جمع بکنید خواهد شد روسی دو منهای سپی بلاوه سپی. ببخشید حالا کدوم فرمول داریم به من میگین؟ صفحه 87. صفحه 87 این کدوم صفحه است؟ شماره معادله رو بگین. معادله 5C. فصل پنجم. فصل پنجم. بله بله. پنج سی. پنج سی. اینو میگین؟ این فرمول پنج سی. یه لحظه تصویرتون سفید الان برای من. حالا الان لود میشه. آها بله بله همین همین بله. خب. اینجا من یه تانسور رنگ پنج داشتم برای مثال میو لامدا ال سیگما نیو لامدا. لامدا رو به هم برابر گذاشتم و روی این اندیسای لامدا چهار مقدار بود چهار جمله جمع کردم شده است این و اندیسای میو سیگما و نیو میمونه، نیو پای میمونه و چیز. خب حالا چی میگین؟ من عرضم استاد این بود که البته شما توی قسمت قبلی پاسخ سوال من رو دارین که این طبق تعریف خب تنجیدن و تنجش میشه این، منتها من درک نمی کردم که این مفهومش چی هستش که شما توضیح دارید. از شما درد نکنم. بله یعنی این جمله الان هست دی میو یک تی تی میو صفر سیگما نیو صفر به علاوه تی میو لامدا روی لامدا جمع میزنم یک یک به علاوه دو دو به علاوه سه سه. چهار جمله این تو هست که شده است این، این مجموع الان چهار جمله است. لامدا رو یه دفعه بگذارین صفر صفر یک یک دو دو سه سه. چهار جمله به دست میاد اینجا جمع کنید. بله استاد دست شما درد نکنه. بله یادتون باشه دیورجنس بلد نبودین. جسارت نشه استاد، من داشتم تعریفشون چیز میکردم. بله سوال بکنید. سوال بکنید. ببخشید استاد. بله. مسائل آخر فصل 6 رو میشه یکیشو به عنوان نمونه یه مقدار توضیح بدید؟ روش حل دارو. مسائل فصل 6. آخرش رو. بله بله. مسئله یک. بله مثلا
تانسور خمش را برای رویه کروی با متریک دیدو مصاحبه حساب بکنید. خب این متریکی تونه، متریک ببینید چی تتا تتا یکه، چی فی فی سینوس دوی تتا است، بقیه جی ها هم صفرند، فضا دو بودیه. جی متریک رو اگر باز بکنید باید بنویسین یه ماتریس دو در دو، یک و یک صفر صفر سینوس دوی تتا. این تانسور متریکی تونه. حالا از روی این گاما ها رو باید حساب بکنید. یکی از گاما ها مثلا بنویسیم برای خودتونه که کاغذ قلم دارین، گاما اندیس بالا تتا اندیس پایین فی فی. یکی دیگر گاما اندیس بالا تتا اندیس پایین تتا فی. و یکی دیگر گاما اندیس بالا فی اندیس پایین تتا تتا. و یکی دیگر گاما اندیس بالا فی اندیس پایین تتا فی. و آخری گاما اندیس بالا فی اندیس پایین تتا تتا. و برین ببینین که گاما بر حسب جی چطور نوشته شده، این اندیس ها رو بچینین، این مشتقه ها رو کنار هم دیگه، اکثرش هم صفر میشه. بله. و بعد ببینین چی در میاد، خیلی هاش صفر خواهد شد. ممنون. همین جی تتا تتا و جی فی فی رو از روی این که در واقع روی این متریکه چجوری یعنی میگیمش رو فرمولی نهید بودم خود، برای همین یه مقدار برام سوال شد. این دیل دو رو برای متریس کامل بخوایم بنویسین، باید بنویسین دیل دو مساوی جی آی جی دی اکس آی دی اکس جی. این تعریف کلیه دیگه. حالا اکس آی بگیر بگیرین تتا، اکس جی رو بگیرین فی، و بنابراین خواهد شد بقیه شو بنویسین دیگه، همین سادگی. بله حل شد، ممنون. بله. تمرین میخواین تا اینکه احاطه پیدا بکنیم به این چیزا؟ خیلی خوب، خدا حافظتون. خسته نباشین استاد. خسته نباشین استاد.